سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور برنامه این هفته رو تحت عنوان جنگ و صلح در سیاست خارجی خدمتتون عرضه میکنیم مبنای این به اصطلاح بحث و اینکه ما رو بادار کرد که به این برنامه توجه بکنیم خاطرتون است که بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1158 رابطه با آمریکا قطع شد و در این فاصله 32 سال عملاً در این مورد صحبت‌های زیادی شده و اخیراً آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردند به نکته ای که نامه ای رو که ایشون به آقای خمانی در سال 1365 در این مورد نوشتن که جالب است و انکاس های متفاوتی رو در رسانه ها داشته در هفته گذشته من اشاره مختصری به صحبتی که ایشون کردن میکنم و بعد از آقای بازرگان که لط کردن کمک میکنن به ما در این برنامه که کلا این مسئله رو بشکافیم که چون نکات بسیار مهمی درش نهفته هست و ببینیم که چه آنالیزی میشه ازش برداشت کرد ایشون گفتن من در سالهای آخر حیات امام نامی را خدمت ایشان نوشتم تایپ هم نکردم برای اینکه نمیخواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم در آن نامه هفت موضوع را با ما مطرح کردم و نوشتم شما بهتر است در زمان حیاتتان اینها را حل کنید در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معزلی صد راه آینده کشور شود گردنه است که اگر شما ما را عبور ندهید بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود یکی از این مسائل رابطه با آمریکاست. و اونجا نوشتم که بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا حرف نزنیم و نه رابطه داشته باشیم قابل دوام نیست آمریکا قدرت برتر دنیاست مگر اروپا با آمریکا چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارن اگر با آنها مذاکره داریم چرا با آمریکا مذاکره نکنیم معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم مذاکره می که مواضع ما را که اگر مواضع ما را پذیرفتند با ما ما مواضع آنها را هم خواهیم پذیرفت و البته طولانی تر هست شاید نکات دیگری رو در این نامه آقای بازرگان اشاره می کنند و با این مقدمه خیلی متشکر است شما آقای بازرگان ادامه میدیم بعد من بعدی را خدمتون عرض میکنم. میکنم به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند بینندگان گرامی البته این سخن اخیر ایشون از جهات مختلف قابل ارزیابی هست اصولا تناسب این مطلب ترهش در این زمانه در این شرایط خاص مناسباتی که فعلا وجود داره با کشورهای دیگه البته جای تحلیل داره که چطور بعد از این همه مدت این داره مطرح میشه ولی من از زاویه غیر سیاسی میخوام تحلیل بکنم در واقع بحث رو از یک جانب دیگه بهش نگاه بکنم برحال آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودن رئیس شورای تشخیص مسلحت یعنی یک تشکیلات عظیمی با یه بودجه ای تو مملکت تأسیس شد برای حل مواردی که به اشکال برمیخوره که یه دهی مسلحت مملکت بخوان تشخیص بدن و وقتی به بمبست و موزل برمیخوره اونا بگن چی کار باید کرد یعنی به نظر من این عمق فاجعه رو نشون میده که یه ملت هفتاد میلیونی حالا در اون موقع رئیس جمهور مملکت شورای تشخیص مسلحت نمایندگان مجلس اون ملت که آقای خمینی هم گفته بودن اصاره های فضیلت ملت برای هفت موضوع ایشون نوشته من خدمت امام ارز کردم که در این هفت موضوع اگر تکلیف ما رو روشن نکنید ما بعد از شما از عهده حلش بر نمیم به اشکال بر میخوریم آیا این سخن عجیب اصلا نیست که یه ملت هفت میلیونی در هفت موضوع اساسی یه ملت نتونه تصمیم بگیره نمایندگانش در مجلس 180 نفر الان اون موقع چقدر بودن نمیدونم نتونن تصمیم بگیرن شورای تشخیص مصلحتش نخست رئیس جمهورش هم نتونه همه منتظر باشن که یک کسی براشون این رو که آیا ما رابطه برقرار بکنیم یا نکنیم موشک به هوا نمیخوان بفرستن یه چیز خیلی ساده است همه جای دنیا کشور افریقایی هم این مسئله رو برای خودشون حل میکنن ما خوب گرفتیم سی و چند ساله که به این نظام فکری چون خو گرفتیم عمق فاجعه رو درک نمی کنیم که چطور ممکنه که یه ملت برای آینده خودش هم حتی نتونه فکر کنه تصمیم بگیره یک کسی مثل ایشون با این سوابق بگه اگه شما تکلیف ما رو روشن نکنین ما دیگه نمیدونیم در آینده چی کار کنیم بالاخره یه بچه ایرم بعد از دو سال از شیر می گیرن ولی یه دی رو مثل اینکه از شیر ولایت هنوز نتونستن بگیرن همچنان وابسته به یک ارتزاق فکری از یه جایی باید باشن خب در نظام ولایت مطلقه فقیه میبینیم که مردم میگن سغارن سغارنی صغیر دیگه یعنی فرض بر اینه که مردم سغیرن هنوز به سن عقل و فهم و درک و شعور نرسیدن این تو کتاباشون هست دیگه یا مردم یتیمن همینطور که یه یتیم یک سرپرست و ولی لازم داره یه ملت هم سرپرست لازم داره ملت یتیمن صغیرن احتیاجی به قیم دارن و ما هم قیم اونا هستیم و فقیهان قیم اونا هستن بنابراین خب بزرگ فقیهان او با تصمیم بگیره خب این واقعا عجیبه من نمیدونم چطور روشون میشه یه هم رو مطرح کنن بعد از این همه مدت که ما متوسل شدیم شما باید بگین وگرنه ما در این گردنه ها نمیتونیم عبور بکنیم چه گردنه ایه اینا مسائل ریاضیات که نیست که حل مشکلات نمیدونم علمی دنیا که نیستش که نمیتونیم محل بکنیم یه ملت مونده باشه به نظر من این مهمتر از یک تحلیل سیاسیه که حالا تو این وضع فعلی چرا این موضوع مطرح میشه تنها در زمان خودشون نیست حتی در مورد بعد میگه که بعد از رحلت امام در شورای عالی امنیت ملی تصویب کردیم که روابطمان را با مصر برقرار بکنیم یعنی این بعد از فوت آقای خمینی هم هست یعنی در شورای عالی امنیت ملی به یک نظری به یک تصمیمی رسیدند که مسلحت امنیت منطقه امنیت ملت ما اینه که با مصر رابطه برقرار بکنیم میگه ولی بعضی ها خدمت رهبری رفتن رهبری بعدی و گفتن چون این رابطه را امام بعد از کمپ دیوید دستور دادن قطع کنیم مخالفت با امام میشود آیا این فاجعه نیست که حتی یک کسی از دنیا رفته تا سالیان دراز یه ملت حق نداره یه رابطه ای رو که زمان ایشون قطع بوده برقرار بکنه یا نکنه من کار ندارم که خوب بوده برقرار بکنن یا نکنن مسئله اینه که تمام مسئولین مملکت این تصمیم میگیرن در شورای امنیت ملی هم تصویب میشه بعدی که میگن نه چون در زمان ایشون قطع شده بوده ما درست نیست این چی رو میرسونه آیا این خودش نشون نمیده که یک بمبستی وجود داره چنین سیستمی سیستمی که وابسته به یه فرد باشند من نقدی به فرد ندارم ممکنه بهترین فرد دنیا آقلترین فرد دنیا هم باشه آیا یه ملت اصلا روی سعادت و رشد و کمال میبینه اگه بعد از فوت یه شخصم تا ابد بخواد وابسته به یه اندیشه باشه جهان در حال تغییر و تطور و تحول ولی همه به یه فرمولی که حالا به مسلحت بوده یا نبوده به جای خودش که یه رابطه در یه زمانی قطع بشه خب اینا همه مشکل اصلی از همینجا ناشی میشه حالا کاری نداریم که فعلا خوب رابطه برقرار بکنن یا نکنن مسئله اینه که بنبست اساسی مملکت ما بسته شدن به یه شیر ولایت به یک وابستگی به یه اندیشه ای حالا هر اندیشه ای به هر حالت اینه که بنبسته تا مردم مشارکت نکنن صاحب نظران جامعه خودشون فکر نکنن به جایی نمیرسیم یعنی اینو باید حل کنن الان مسئله اصلی مملکت ما گرفتار شدن در یک انجماد فکریه در یک بمبست در واقع ایدئولوژیک گیر کردیم در نظام بلایت مطلقه و در ابعاد مختلفش ما رو در بمبست قرار داده من فکر میکنم کنم صرف نظر از های سیاسی این فاجعه است در واقع از نگاه کرد آقای بازرگان خیلی متشکه از نکاتی که گفتی ولی اگه از دید خود اونها نگاه کنید اینا خب الان یه چیزی به اسم ولایت فقیه یا ولایت فقیه مطلقه تعریف کردن که این منتجی از حکومت جمهوری اسلامی هست یعنی حکومت جمهوری اسلامی که صحبتش میشه ولایت فقیه خود به خود پشتش هست و تو ولایت فقیه هم اصلا سیستم تعریف شده که یه نفر با هستی تصمیم بگیره در مورد مسائل اصلی حالا اینی که مسئولین مهم. مسائل فرعی رو می، به ایشون میدن ممکنه اینا پوینت های سیاسی مختلفی داشته باشه یه گروه درست. علیه یه گروه دیگه ولی همیشه فق، ولایت فقیه رو گذاشتن که آقا ما بریم و نظرمونو بخوایم که ایشون چی میگه همونو اجراش کنیم بله حالا این با طرز تفکر اونا مسئله میتونه داشته باشه ببینید خب اگه انبانش گذاشته بودن نظام روحانیون ایران یا نظام فقاهت یعنی حکومت فقیهان یا حکومت روحانیون مثلا میگفت که خب بالاخره تو اون نظام روحانیون باید تصمیم بگیرن فقیهان باید بگیرن یا حتی اسمش گذاشته بودن حکومت اسلامی میگفتیم خب با دید و تحلیل آقایون حکومت اسلامی دیگه ولی وقتی اسمش شده جمهوری اسلامی ایران خود اسم جمهوری نشون میده پس جمهور مردم می میبایست حاکم باشن یعنی حاکمیت ملت حاکمیت جمهور مردم اکثریت آرا پس خود اسم داره روشن میکنه که ما چه مسیری رو باید طی کنیم دوم جمهوری اسلامی اگه حالا اسلام مطرح هست. یعنی یه بعدش اینی که به نظامات دموکراتیک گردن بگذاریم و با همون قواعد و قوانینی که تو همه جای دنیا هست این یه زابی است که جمهوری در واقع جمهوری هم همون معنی دموکراسی دیگه اسلام هم بر حال هر مسلمونی ازش بپرسیم کتاب و سنت دیگه کتاب یعنی قرآن سنت هم رفتار پیامبره جمهوری اسلامی ایران سومین بعدش هم ایرانه ایران یعنی منافع ملی ایرانیان به حال یه نگاه جهان شمول وجود داره ولی یه نگاه ناسیونالیستی هم هست دیگه نظام ما نظام مربوط به ایرانه بنابراین منافع ملی رو باید دید باید دید این همه پافشاری روی مثلا انرژی هسته‌ای به نفع منافع ملی ایران هست من حسل مجموع من کاری به منفی و مثبتش ندارم یعنی یک نوع ارزیابی این چنینی باید بشه در مجموع برای مردم ایران ملت ایران این سیاست مفید هست یا نیست ولی این تصمیمات آقایون نه به جمهوری کار داره نه به اسلام اسلام به اون معنای کتاب و سنت در واقع با یه دیدگاه فقهی حقوقی دینی خودشون کار داره و نه مردم در این زمین نقشی دارن منافع ملی در واقع مطمئن نظر هست و در تحلیل ها مشارکت داره اینی من فکر کنم از اون زاویه باید این حالا بشن. این ای سه موردی رو که شما گفتید آقای بازرگان این... از نظر سیاست خارجی که نگاه میکنیم و حکومت های دموکرات دنیا رو نگاه کنیم مسئله جمهوریش که مردم دخالت داشته باشند بله. و مسئله ای که به اصطلاح منافع ملی مطرح باشه خب نمونه های زیادی هست بله. که این حکومت ها عملا اجراش میکنن ولی مسئله سوم رو که شما مطرح کردید تبعیت از اسلام و سنت هست بله. که میخوایم ببینیم چه اشاراتی این دو در ارتباط با سیاست های خارجی حداقل در زمان هایی که سوکالت یا حکومت هایی بوده که مذهب و اسلام نقش مهم می داشته بله. ببینیم چه اشاراتی از این جهت شده در به خصوص در قرآن بله خب اگه میگن جمهوری اسلامی پس یه بودش همطور که عرض کردم جمهور مردم نظام مردم سالاری حاکمیت ملت آرای مردم دومیش اگه اسمش جمهوری اسلامیه خب اسلام اصلش قرآن دیگه قرآن تو سوره ممتحنه اون آیات 8 در واقع مبانی سیاست خارجی یه جامعه اسلامی رو تعیین میکنه میگه که خداوند هرگز شما رو نهی نکرده لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین با ملت هایی که با شما به خاطر دین نمی جنگن لم یخرجوکم من دیارکم شما رو آواره و اخراج نکردن یعنی دو عامل میده میگه خدا هرگز نگفته که ان تبروهم و تقصتو الهیم با اینها نیکویی نداشته باشید و قصد نکنید یعنی هدف اینه آیه دومش میگه این نماین ها کن. فقط چیزی که خدا نهی کرده شما رو یعنی جامعه اسلامی رو اینی که با کشورهایی که با شما می جنگن به خاطر عقایدتون به خاطر دینتون دوم شما رو آواره کردن از شهر و دیارتون یه چیزی مثل فرض کنید فلسطین حالا فلسطین جنگی به خاطر دین ندارن ولی آواره کردن یه ملت و دیگه یعنی دو عامل رو مطرح میکنه تو همین آیات 8 و 9 سوره ممتحنه میگه اگه این دوتا نبود یعنی یه ملتی به خاطر مذهب با شما در حال جنگ نیست و شما رو از شهر و دیارتون ملتون اخراج نکرده حتما بهش نیکوکاری کنید تبروه بر یه واژه تو قرآن یعنی نیکی یه طرفه احسان سرشار و تقس تو الهیم تقس تو قسط یعنی عدالت اقتصادی عدالت در واقع کمیتی فرقش با عدل اینه یعنی روابط و مبادلات عادلانه اقتصادی میگه حتما این کارو بکنید نمیگه مسلمون باشن موافق شما باشن میگه همین دو کارو نکنن یعنی به خاطر دین با شما نجنگن و شما رو بیرون نکرده باشن یعنی مملکتتون اشغال نکرده باشند این آیه اولشه دوم میگه تنها چیزی که ما شما رو نهی کردیم یعنی این میشه به نظر بنده اصل و اساس سیاست خارجی یک کشور اسلامی میگه فقط با کسانی که این دو کار رو باهاتون دارن میکنن بعدم نمیگه باشون بجنگین میگه زیر سلطه ای اونا نرید میگه ولایت اونا رو نپذیرید ولایت یعنی سرپرستی سلطه چیزی که اکثر کشورهای اسلامی عربستان چه حالتی نسبت به امریکا داره یا قبلا سوریه مثلا نسبت به شوروی یمن یعنی این وابستگی که یه موقعی برخیشون وابسته به امریکا بودن و بعضی وابسته به شوروی بودن میگه این حالت نداشته باشین یعنی حتی اگر جنگ دینی هم داشته باشن نمیگه که شما درگیرشون بشین بمب گذاری بکنین ترور بکنین میگه فقط نحیتون میکنیم ان تولوهم هم ولایت اونا رو بپذیر یعنی اجازه بدید که اونا تعیین کننده سیاست شما باشن نفوذ بکنن مستشارهای شما باشن همینه فقط یعنی اصل و اساس بر ایجاد یک روابط سلحامیز مسالمتامیز اتباقا خب پیغمبر خدا وقتی که از مکه مهاجرت کرده رفتن به مدینه اول کاری که در اونجا کردن اینا همه هست کتابی مم. به نام مکاتی با رسول هست تمام این قراردادها هست و تمام قبائل یهودی اطراف مدینه یا قبائل مشرک یه قرارداد سلحامیزی بستن که ما با هیچ که جنگ نداریم ما آمدیم در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنیم البته بعدها بعضی از اینا نقص کردن و جنگ درگیر شد ولی میخوام بگم اصل و اساس آزادی عقیده و آرمان برای هر کسی است مادامی که تجاوزی صورت نگرفته اساس بر تحمل همدیگه هستش حالا جالبی که آقای هاشمی حالا اشاره کردین منم یادداشت کرده بودم دنباله سخن میگه که متاسفانه از شعار نه شرقی نه غربی برخی تفسیرهای آمیانه شده که هیچ کس با هیچ کس نباید همکاری داشته باشیم ایشون خودش رئیس جمهور بوده حالا من نمیدونم چطور حالا این حرفا مطرح میشه برخی تفسیرهای عوامانه شده وزیر خارجه عربستان برای پیگیری توافقات به ایران آمد پیگیری که کردند نه حتی برعکس عمل شد یعنی داره انتقاد میکنه به دولت آقای مثلا احمدی نژاد یا قبل از اون. اگر عربستان با ما روابط خوبی داشت مگر غربی ها می ما را تحریم کنند فقط عربستان میتواند جای صادرات نفت ایران را پر کند یعنی داره الان میگه که ما چقدر داریم چوبشو میخوریم چقدر دودش داره تو چشم ما میره برای اینکه خیلی راحت عربستان با حذف ایران با گرفتن بازارهای فروش نفتش تولیداتش رو برده بالا نیازی هم دنیای غرب به ما دیگه نداره برای نفت ما بنابراین میگه معنای بدی شده تفسیر بدی شده از شعار نشرقی نه نه غربی در مورد قزاقستان اتفاقا میگه ما چقدر روابط خوبی با او ایجاد کردیم مهمترین مراکز فضایی شوروی سابق در اونجا بود بمبای اتمش مراکز به صلاح چیزای موشکاشون اونجا بود میگفت حتی اینا با ما مشورت میکردن ما اینا رو چیکار کنیم یعنی موقعیتی میگه ما سعی کرده بودیم البته ایشون در دوران خودشون میگن ولی حالا مثلا ما روابطمون با اونها خراب شده در مورد مصر ایشون توضیح داده که اشاره کردم که با اینکه در شورای عالی دفاع امنیت مطرح شده بود که با اون روابط برقرار بکنیم باز گفتن نمیشه و این سوالو مطرح میکنه که میگه چه فرقی بین اروپا و امریکا وجود داره ما چطور با همه کشور اروپایی سعی میکنیم رابطه برقرار بکنیم میگه چه فرقی بین چین و امریکا وجود داره چه فرقی بین شوروی و امریکا وجود داره میگه اینا کشورهای الهادی هن. باز امریکا براخره از رو قبول دارن و میگه چطور ما با اینا انقدر روابط تنگ و تنگی داریم مدافع ما در این حال مجامع بین هستن حالا چه تفاوتی میکنه که ما در یه جهتی سختگیری بکنیم و نخوایم به هیچ وجه مذاکره بکنیم این میگه خلاف اصلا هم سیاست خارجیه و هم قابل توجیه نیست میگه هم من این رو خدمت امام گفتم که مثلا یعنی چی چطور میتونیم این کار بکنیم و, و هم حالا هم همچنان مطرحه مثل این که ما قهریم و اصلا نمیخوایم مذاکره کنیم آدم بالاخره با دشمنش هم مذاکره میکنه امریکا و ویتنام سالها میجنگیدن چقدر کشته داد ویتنام ولی بالاخره در صحنه مذاکره مذاکرات بین مسائلشون رو حل کردن آلمان و نمیدونم انگلیس و فرانسه و روسیه همه اینا دائما در حال مذاکره بودن ولی این یک دوگماتیزم فکری دوگماتیزم سیاسیه که مثل اینکه نمیخوان تو چشم هم دیگه نگاه بکنن با هم مذاکره بکنن این خب از اول انقلابم بود یک مثلا دید تنگ نظرانه ای که مثل اینکه حالا نشستن با یک کسی آدم نجس میشه یا خلاف شرع پیش خدا مثلا ممکنه گناهکار محسوب بشه مشکل اساسی از این دیدگاه های به نظر بنده خیلی بسته فکری تا سیاسی اینا سایه میندازه رو تصمیم گیری های سیاسی خیلی متشکر این نو این نوع برخورد و این نگرانی که در ارتباط با سیاست خارجی مشاهده میشه ما اولا شاهدش در طول جنگ هشت ساله با عراق بودیم بله. به این صورت که عملا طرز تفکری که حاکم بود بر این بود که انقدر ادامه بده یعنی جنگ غالب بود تا صلح و آشتی هرچند که دو تا کشوری بودند که ملت مسلمان داشتند و جنگ بین اینها خیلی عجیب غریب میاد از نظر دید به اصطلاح قرآنی هم نگاش بکنید خیلی عجیب غریب هست که دو تا ملت مسلمان بخوام با هم اینجور جنگ طولانی مدت داشته باشن حتی میبینیم که زمان جنگ زمان فتح خورم شهر هم هنوز اون طرز تفکر وجود داشت که بریم که صدام رو ساقتش کنیم از حکومت بله. حالا میخوام ببینیم واقعا اینها اینو چه استدلال های قرآنی برای این وجود داره یا این فقط مسئله سیاسی هست یک نفر تصمیم میگیره یا حداقل ممکنه تعداد خیلی محدودی در این مورد تصمیم میگیرن و منافع ملی فدا میشه عملا بله خب حالا که در واقع هر تحلیلی که این آقایون ارائه میدن از مسئولین سپاه گرفته آقای هاشمی که میگه من نبودم الان شده کی بود کی بود من نبودم مسئولین سپاه هم که مذاکره میکنن مصاحبه میکنن همه میگن نه و همه میخوان گردن هم بندازن ولی اون موقع در واقع بحث این بود که حالا عراق ضعیف شده ببینید در فتح خرمشهر شما اشاره کردید حدود اینطوری که من یادم میاد 30 35 نفر اسیر دادن عراقیا یعنی ناگهان شکست خیلی گسترده خوردن داغون شد ارتش صدام سی و دو سه هزار نفر یادم میاد که اسیر دادن تو منطقه کلا ایران بیرون کرد اونا آره رو دیگه در قرآن هم هست میگه که توصیه میکنه به دفاع میگه بجنگید با کسانی که با شما میجنگن ولا تعتدو ولی تعدی نکنید یعنی تا اونجایی که تجاوز کردن وقتی بیرون کردین دیگه جلوتر نرید ولی اینا گفتن که خب الان بهترین موقعیته با اینکه خیلی از کشورهای اسلامی هم آمدن به ایران نمایندگان کشورهای دیگه که جلو جنگو بگیرن ولی تمام تحلیل ها این بود که همه دنیا میخوان مانع از سقوط صدام بشن و این بهترین موقعیت برای ما که فعلا که ضعیف شده و از هم پاشیده شده فعلا بریم جلوتر بسره رو بگیریم اونجا یه سکوی میشه عباشه باشه یادتونه شعارا بود که نمیدونم راه قدس از کربلا می گذرد. یعنی نقشه ها نقشه های بلند مدت قدس بود حالا اول کربلا رو باید بگیریم مذاکرات زیادی هم از همه کشور اسلامی کرده بودن ولی طمع به این بود که ما به حال رژیم عراق رو ساقط بکنیم به حال دو تا کشوری که اکثریت شیعه هستن با هم یکی بشن نظام بلایت فقیه هم در اونجا باشه یعنی این ایده رو در ذهن می پرورندن. اتفاقا تو سوره حجرات این سوره اخلاقی قرآن سوره 49 هم در اونجا میگه اگر دو گروه اسلامی با هم جنگیدن این دو کشور به تعبیر امروزی مسلمون ان طائفتان من المؤمنین نقتتلو. میگه وظیفه بقیه کشورهای اسلامی بقیه اقوام طوائف اینه که فاصله بینهما صلح و آشتی بینشون جاری بکنن به خاطر همینم هم بود که نمایندگان اون شورای نمچی عالی اسلامی بود معتمر اسلامی بود می آمدن ایران میگه حالا اگه یک کشور حاضر نشد صلح بکنه میگه فا این اهدا و ما اخرى اگه یکیشون تجاوز کرد به اون یکی فقط لولتی طبقی اون کشوری که حاضر نیست که آتش بس بکنه صلح بکنه همه با او بجنگید تا برگرده به امر خدا که همون صلحه میگه حالا اگه آتش بس و پذیرفت صلح پذیرفت حالا بینشون مطابق قسط و عدالت رسیدگی بکنیم کی آغازگر جنگ بوده چقدر خسارت زده یعنی در واقع این دستور سریح و صد درصد آشکار قرآنه که بین دو کشور اسلامی جنگ حرام ممنوعه حالا اون موقع کشور که نبوده دو تا قبیله یا طایفه میگه میگه وظیفه بقیه هست که با او بجنگن که مجبور بکنن یعنی نذارند یعنی همه یک آتش بس اجباری برقرار بکنن وقتی که آتش بس شد در فضای که آتش بس و آرامش میتونن رسیدگی بکنن به شکایت دو طرف ولی خب ما هشت سال در این جنگ بی بودیم اتفاقا عمدتا خسارت هایی که وارد شد و کشتار که شد بعد از اتفاقا خورم بود تا اون موقع که رقمی نبود بعد از اون موشکباران شهرها شروع شد و جنگ چیزای شیمیایی مثلا بمباران شیمیایی که همچنان هنوز هم ما داریم در هفته یا در روز چند نفر هنوز از اون مصدومینی که بی هزار نفر مونده بودن هنوز باقی مونده اونا در یه کنفرانسی اتفاقا در امریکا بود با از خود دولت ایران آمده بودن برای آگاه سازی مردم دنیا از فجایعی که توی اون بمباران شیمیایی تو ایران شده ما هنوز داریم آسیبش رو میبینیم و حدود یه میلیون ما کشته و مجروح و مجموعه اونچه که بود و حالا منهای خسارت های مادی که دو تا کشور دادیم و کل منطقه اصولا هر کدوم این کشورها صدها میلیون دلار میلیارد دلار اندوخته داشتن در بانک های جهانی ولی همه اینا رو خرج کردن برای اسلحه و مهمات یعنی از نظر قرآن که ادامه این جنگ به روشنی و وضوح محکومه این اصلا قابل بحث نیست هیچ کدوم این هم استدلال قرآنی برای ادامه جنگ نداشتن حالا هم در واقع همه میخوان به گردن هم نظر ولی ترس آقایون از صلح در حالی که تو قرآن و سوره انفال آیه نمیدونم 61 یا 66 میگه که ان جنحو لسلم اگه دشمن آماده پذیرش صلح شد فج نهله ها حتما بپذیر و توکل الله به خدا توکل بکن یعنی مهم نیست نگران نباش بعد میگه که خب اگه فکر میکنی این یورید و خیانته که اگر قصد خیانت هم داشته باشن مهم نیست میگه بالاخره همونه که تا حالا تو رو یاری کردن میگه فعن نه ایدک بِنَصْرِهِ به نصرهی خدای که تا حالا تو رو نصرت داده این خطاب به پیامبره و بالاخره مومنین هم حضور داره میگه چرا میترسی از صلح میگه تو توجه بکن دنبال همون آیات سوره انفاله میگه و نگاه کن قبلا این طایفه ها چقدر با هم قرن ها بوده پدر کشتگی داشتن خداوند الفت بین دلهای اینها مهربانی قرار داده یعنی چرا دنبال جنگ هستی وقتی که صلح جاری بشه در یه جامعه ای تمام این اختلافات در پرتو امنیت و آرامشی که برای صلح به وجود میاد اینا حل میشه یعنی راه حل این نیست که حتما با جنگ این مشکلات رو میشه باز کرد در حال از نظر موازین قرآنی بسیار روشنه که اصل بر پذیرش صلح یعنی جنگ حالت ناگزیر داره یعنی راه حل آخره که اگر هیچ راهی نبود اونم جنگ نه برای تعرض برای دفاع در واقع گذاشته شده خیلی متشکر این مفهوم ولایت فقیه که داره اجرا میشه این عملاً آنطور که گفته میشه توسط آیون این ادامه راه اهل بیت هست و مسئولیتش با فقیهان هست که ادامهش بدن اینطور به اصطلاح گفته میشه خب نمونه ای رو که از این ممکنه داشته باشیم در طول تاریخ حکومت حضرت علی هست حکومت مم. پنج ساله حضرت علی هست یکی این میخوام ببینیم اونجا چه نمونه هایی وجود داره آیا ایشون بیشتر در جهت صلح و آشتی میرفت یا ایشون هم یه اندیشه جنگجویی داشت که بره به اصطلاح حکومت اطراف رو به اصطلاح حمله کنه بدون در نظر گرفتن اون نکاتی رو که شما در ارتباط با قرآن اون دو نکته رو گفتید که مثلا شما رو بخوان از شهرتون بیرون کنن یا اعتراض بکنن به دین شما اگر این دو مورد نباشه قاعدتا مسئله جنگ پیش نمیاد میخوام ببینید آیا از آنچه که فرزن در نهج و یا اسناد دیگری هست که ایشون اشاره کرده باشه بهش که از دید ایشون صلح مهمتر بوده از جنگ بله از دید کلی دید اسلامی که خب قرآن ما 85 درصد اهل سنت دیگه در دنیا از نظر کلی اسلامی خب باید برگردیم به قرآن که قرآن راجع به جنگ و سلط چه توجهاتی داره ولی از دید شیعه بخوایم مطرح بکنیم برای شیعیان خب حکومت پنج ساله حضرت علی معیاره و بعد مثلا امام حسن مثلا شیش ماهی اونم که دیگه خب زمانی نبوده یعنی تجربه اجتماعی و سیاسی شیعه محدود به همون مدت دیگه بعدش در طول تاریخ که حکومت شیعی که گسترده باشه که نداشتیم سربداران در یک مناطقی از ایران مثلا محدود یک سلطه هایی داشتن حالا که خب سی ساله که برها دستگاه روحانیت مسلط شده حضرت علی هم به حال اساره تجربیاتشون و نظریات سیاسیشون رو در یک متنی که معروف شده به منشور حکومتی علی آوردن اون تو یعنی یه نامه است که به مالک اشتر که او رو فرستاده بودن که بره مصر حکومت بکنه یعنی در اون پنج سالی حضرتی مالک اشتر که بهترین یارشون بوده فرستادن به عنوان اینکه مثلا رهبر سیاسی مصر بشه و نحوه حکومتداری رو برای اون نوشتن یه متن مثلا مثلا بی سی صفحه هست این در واقع مهمترین متن سیاسی متن حکومتی شیعه است در همونجا یه بخش راجبه صلح صلح و جنگه این نامه 53 و سه نهج و است از بند سد و به بعدش راجبه این موضوعی کسانی بخوان تعقیب بکنن میگه ولا تدفعن صلحا دعا که الهی عدوب مبادا مبادا پیشنهاد صلح هرگز رد بکنی پیشنهاد صلحی که دشمن میده فلا تدفعن صلحا دعا که الهی فان بک فا این نفیه این جنگ یه راحتی آسایشی است برای هم هموم یعنی قصه ها کشته شده ها و امنن لبلادک امنیتی است برای شهرات مفصل توضیحاتی میده میگه که دعتن لجنودک ارتش مثلا یک راحت باشی پیدا میکنه البته میگه وقتی که صلح میکنی با دشمن ولیکن کل الهزر کل هزار با تمام وجود هزار باش دشمن بعضی وقتا قاربل یا نزدیک میشه که قافل بکنه قافل گیر بکنه میگه تو صلح ها حتما بپذیر ولی چارچشمی هم مراقب باش که فریب نخورده باشی بعد از صلح هم مراقب باش نمیگه که به صرف اینکه که ممکنه سوء نیت داشته باشن پس بزن با تمام استدلالای برای عدم پذیرش صلح با عراق اگه کسی تعقیب بکنه همش این بود که فریبه الان صدام ضعیف شده میخواد زمان بخره حالا که تو خرمشهر شکست خوردن میخواد فرصت داشته باشه زمان داشته باشه ارتشش رو تقویت بکنه به خاطر همین نمیپذیرفتن در حالی که هم در قرآن و هم در نهج البلاغه به وضوح اینو میگه که تو حتما باید بپذیری ولی مراقب باش که کلا سرت نره بنابراین اصل بر پذیرش صلح این بستگی به این داره که ما چگونه اصولا نگاه بکنیم به دشمن یه وقت که با تمام وجود آدم کینه است نفرت ادابت میخواد تا اونو قیمه قیمش نکرده دست سرش بر نداره یه وقت است که مسلحت دو طرف هست اتفاقا در یه قسمت دیگه این احجون براغه این تو خطبه 206 هستش در جنگ با معاویه است همه میدونن دیگه معاویه دشمن درجه یک حضرت علی بودی که بدتر از اون کسی نبود جنگ طولانی هم بود بالاخره و با تحریکات خود معاویه هم در واقع مالک اشتر کشته شده داستانش مفصله حضرت علی شنیدن که سپاهیانشون در برابر سپاهیان ماویه اینا دشنام با هم دیگه رد و بدل کردن همین رو هم نمیپذیرند که حرف زشت زده بشه اینا رو احضار کردن این مدت تو نهج و براغه هست میگن انی اکره لکم من تکون و سبابین من بسیار کراهت دارم زشت میدونم که شما اهل دشنام باشید چرا دشنام میدین؟ آیا بهتر نبود به جای این کار تجزیه تحلیل می کردید عمل کرده اونها رو گذشته اونها رو موازه ای که داشتن که کار به اینجا کشیده این که بهتر بود برای اینکه به یک راه حلی برسین بعد میگه بیاین من بهتون تعلیم بدم به جای این دشنام هایی که به این سپاه معاویه یعنی دو طرف می دادن. چی بگین؟ این اینن هست این متن از که تو خطبه دیویس و شیشه این دعا هست میگه اینطوری دعا کنید برای اینا برای دشمن دعا بکنید اللهم احق دماءهم و دمانا خدایا خونهای اینها رو و خونهای ما رو از ریخته شدن حفظ کن یعنی خونهای دشمن یعنی جنگی نشه که نه خون اونا ریخته بشه نه ما و اصل ذات بیننا و بینهم خدایا بین ما و بین اونها رو صلح جاری بکن ببینید چقدر نیت فرق میکنه که آدم در برابر سپاه دشمن باشه دعا بکنه که خدایا توفیق بده به ما که جنگ نکنیم با هم دیگه اونم با سپاه معاویه خدای خونهای اینا رو از ریخته شدن حفظ بکن خدای چشم بصیرت اینا رو باز بکن که حقیقت رو ببینن لجبازی نکنن در این مبازه باطل خودشون یه دعاییست از اول تا آخر که در برابر جفه دشمن وقتی که آدم به این نیت باشه آیا اصولا دیگه می جنگه؟ خشم و کینه جلو چشمش رو می گیره؟ همه اینا برمیگرده به نیت آدم نگاه آدم دل آدم که با دشمن حتما میخواد اون رو تیکه تیکش بکنه مثل گرگ و... که حیوانات به جون هم میپرند یا طرف رو هم انسان بدونه بگه چرا حالا باید با هم بجنگیم چرا این گره رو بخوایم با دندون باز بکنیم سر فرصت سعی کنیم دو طرف تلاش بکنیم که حلش بکنیم خیلی مچه. با توجه این صحبتهایی رو که شما کردید آقای بازرگان اشارات که به مطالب حضرت علی بود و نکاتی رو که از قرآن مطرح کردید به نظر میاد اصالت بر صلح و آشتیه یعنی جنگ بعد از اون یعنی همیشه بایستی ترتیبی داد که صلح همیشه مرتبه اول رو داشته باشه صلح و آشتی. حالا ببینیم از سنت رسول خدا در مدتی که به اصطلاح این 23 سالی که در مکه و مدینه بودن و مشغولیاتی که در ارتباط با سیاست خارجی داشتن ببینیم ایشون آیا این اصالت صلح رو هم ایشون مبنا قرار داده بوده بر جنگ و به اصطلاح نفرت <applause> بر سال مهمیه اتفاقاً یه سوره تو قرآن هست سوره فتح سوره 48 جالبه که فتح المبینم اسم سوره فتح آیه اولش میگه انا فتحنا نالکه فتح مبینا فتح المبین فتح المبین یعنی آشکارترین پیروزی من فکر کنم شاید 90 درصد مسلمان هایی رو بگیم فکر میکنن که این سوره راجبه یه پیروزی بزرگ نظامیه در حال راجبه یه صلحه یعنی یک صلح ها که معروف به صلح حدیبی حدیبیه است هدیبی منطقه نزدیک 20 کیلومتری مثلا مکه قرآن یک صلح و بزرگترین پیروزی تاریخ اسلام معرفی کرده جالب کلمه فتحو ترجمه میکنن پیروزی ولی بیشتر قلبه معنای پیروزی داره یا زفر هر دو اینام عربیه یا زهار قرآن میگه از هرکم علیه بر شما اینا رو پیروز کرده فتح یعنی گشوده شدن کلید رو در زبان عربی میگن مفتاح مفتاح چون قفل رو باز میکنه دیگه یکی از اسامی خدا اسامی نیکوی خدا فتاحه خدا فتحه دیگه این بارها تو قرآن فتاح یعنی گره گشا میگن یا فتاح العلیم ای خدایی که گره مشکلات میگشایی تو علم داری به بندگان اسم این سوره فتحه فتح یعنی گشودن علت این که پیروزی را هم بعضی وقتا فتح میگن برای اینکه ما در مقابل دشمن به یه بنبستی برخوردیم دشمن مانع صد نمیذاره این مسائل رو حل بکنیم یه گره ای شده برای یه کشور یه دشمن خارجی وقتی که اون گره هم حل میشه میگن فتح شد ولی الزاما معنای فتح پیروزی با شمشیر پیروزی نظامی نیست فتح یعنی باز کردن حالا اونا که با قرآن آشنا هستن میدونن که رفع قهر و گله و نمیدونم مشکلات همیشه این رو فتح میگن وضعیت مسلمان در اون موقع اینن وضعیت امروز ایران در برابر مثلا امریکا یا جوام غربی یک نوع بومبست یک نوع مثل محاصره اقتصادی الان خب ما چه وضعیتی هستیم نظر بانک مرکزیمون نمیدونم ویزامون وضعیت ایران تو دنیا در واقع یه حالت ایزوله شده داره دیگه دنیای غرب ابرقدرت امریکا همه اینا در یه تنگنایی قرار دادن هر لحظه امکان بقوع یک جنگ هست در اون دوران هم مسلمون ها که خب فرار کرده بودن در مدینه رفته بودن دائم در معرض بازم حمله حجوم بودن جنگ بدر و احد و خندق و همه اینا متعاقب فرار اینا هم بود اینا رو هم بایکات کرده بودن یعنی هیچ قبیله ای حق نداشت و مسلمون ها رابطه برقرار بکنه یعنی کاملا در تنگنا بودن حالا محاصره اقتصادی به اون معنا اون موقع مطرح نبوده یعنی مسلمان ها با هیچ کسی نمیتونستن هیچ قبیله ای از ها قبیله که تو عربستان رابطه ای داشته بود اونا از ترس قریش که تو مکه بود جرئت نداشتن ابتکار عجیبی که پیامبر اسلام زدش واقعا این خیلی قابل پنداموزی برای امروز ما در سال هفتم هجرت به مدینه اعلام کرد که ما میخوام بریم حج عمره حج عمره کجا تو مکه است مکه کانون دشمنان اسلام دشمنان پیامبر اونجا هستند دعوت میکنه از همه قبایل مشرک چون اونا همه تو مکه میرفتن چون ساختمان کعبه 330 تا بت بوده دور و برش هنوز اونجا پاک نشده بوده مشرکین هم میرفتن بت پرستا اونجا میرفتن کعبه رو کعبه از زمان ابراهیم بوده دیگه اون موقع که رادیو تلویزیون مطبوعات نبوده پیامش رو بگیره میخواد همه قبایل مشرکن به عنوان ابزار افکار عمومی حضور داشته باشن ها که با پنج و شست نفر از مکه فرار کردن رفتن مدینه با هزار نفر پیامبر بدون اسلحه را میفتن پای پیاده با دو تا لباس سفید برن به مکه برای زیارت 1400 نفر حالا من نمیدونم چه تعدادشون از مشرکین بودن می‌خواست اونا به عنوان شاهد باشن یعنی در واقع دشمنان رو به قول شطرنج بازار در وضعیت آچمز قرار میده میگه دو حال خارج نیست یا اونا مجبورن ما رو بپذیرن ما وارد مکه میشیم این بزرگترین پیروزیه چون علیه ما گفتن فتنه گرن اینا چی چیان, چیان اینا یاقی یا هستن نشون میده که ما جز صلح آشتی نمیخوایم بدون اسلحه آمدیم با لباس سفید به چیزایی که شما هم اعتقاد دارید ما هم به کعبه اعتقاد داریم و میبینن که ما با 50 -60 نفر از اینجا فرار کردیم حالا با 1400 نفر داریم میایم این بزرگترین تبلیغه اگرم هم جلومونو بگیرن چون ماه حرام بوده ماه حرام این سنت در عربستان بوده که جنگ ممنوع بوده حرام بوده اونا این حرمتی رو که مورد قبول همه افکار عمومی عربستان شکستن اگه ما رو راندن یعنی پیامبر اسلام یه حرکت برد برد را میندازه نه که یه طرفش برد یه طرف باخته میگه هر کاری بکنن به نفع ماست ما که جنگ نمیخوایم بکنیم درست مثل اینکه فرض کنیم در جنگ هشت ساله ایران عراق صدام صد اعلام میکرد که من میخوام بیام برم مشهد مثلا زیارت کنم با مثلا صد هزار یا آقای خمینی مثلا اعلام میکرد ما میخوام بریم نجف کربلا چیکار میخواستن طرفین بکنن یا اون موقع که سازمان مجاهدین بود اونا اعلام میکرده ما میخوایم بریم مشهد البته خب تو ایران معلوم بود میگرفتن و مثلا همه رو تیرباران میکردن ولی تو عربستان چون سنت ماه حرام وجود داشت که جنگ نمیشه طرف رو تو افکار عمومی جهان در بومبس قرار میدن این کار رو پیامبر اسلام میکنه و خب میرن تا طرف مکه ولی اونا با سپاه میان بیرون نمیذارن وارد مکه بشن تا 20 کیلومتری مکه و با... ولی منجر به یه قراردادی میشه اونا میگن که شما تا اینجا اومدین برگردید سال آینده بیاین قرارداد ده سال صلح میبندن که ما پس دیگه کاری نداریم شما بر... برگردین سال دیگه سه روز میتونین بیاین تو مکه ما میریم بیرون زیارتتونو بکنین برگردید با اینکه در ظاهر قرارداد به ضرر مسلمانان بوده پیامبر اسلام همینی که میبینه اینا ده سال به ما وقت دادن ده سال به ما قرارداد بستن ما میتونیم زمان بخریم در این ده سال با قبایل دیگه ارتباط پیدا کنیم تبلیغ بکنیم مبلغه رو بفرسیم با اونا پیمان های همزیستی ببندیم یعنی در همین خریدن زمان اسمش شده فتح المبین اصلا جنگی هم نشده اتفاقا در ظرف دو سال تعداد اینا دو سال بعد که میرن مکه ده هزار نفر شده بوده یعنی با خریدن زمان و با از این بایکات در آمدن و به رسمیت شناخته شدن یک مرتبه تمام مشکلات و معضلات و گرهی ماشد. که مسلمان در اون دوران داشتن به لطف سیاست و بلند نظری و توجه به افکار عمومی قدرت افکار عمومی همه اینا حل میشه ما الان در یک همچین وضعیتی قرار گرفتیم و این الگوی قرآنی هم داریم که بزرگترین پیروزی صلح شرافتمندان است صلحی که بر اساس او منافع ملت تأمین بشه نه اینکه صلحی که آدم سرش رو دلا بکنه تسلیم بشه به خواسته های طرف مقابل مذاکره کردن و رسیدن به یک روابط صلحآمیز این میگه از هر پیروزی بالاتره ژاپن و با آلمان هر دو شکست خورده جنگ بودن ارتش هم نداشتن ارتش امریکا تو این دوتا کشور بود ولی چطور هم ژاپن از پیشرفته ترین کشور ها شده و هم آلمان در واقع تو اروپا اوله پس نشون میده موفقیت تو نیروی هسته رو ارتش روی ترور کردن بمب گذاری حرفا نیست به خصوص دنیای امروز دنیایی است که حرف اول رو علوم میزنه حرف اول رو افکار عمومی بین المللی میزنه ما به جایی که در این صحنه ها بتونیم حضور پیدا کنیم جذب بکنیم یک نوع نفرت و انزجار و گریز از نظام خودمون از در واقع اندیشه که تو ایران هست در هر جا آمار میگیریم تو رده های آخر ما قرار گرفتیم یعنی کاملا نتیجه معکوسی نسبت به اونچه که سنت پیامبر بوده یه ای که مدعی اسلام یه حکومت دستاورده شدی نبوده خیلی متشکر چند دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای بازرگان ولی آنچه که یکی از موارد مهمی که در صحبتی که این پنجا دقیقه با هم داشتیم مسئله منافع ملی بود که با اصالت دادن به صلح و آشتی مکسیموم مکسیموم به اصطلاح نتیجه رو خواهد داشت بنابراین دا. منافع ملی درستا. و اگر واقعا مسئله قدرت و غیره کنار گذاشته بشه و حفظ و حفظ به اصطلاح آنچه که حکرانان در پیش هستند سکندری باشه نقش دوم رو داشته باشه و منافع ملی اول باشه قاعدتا میبینیم و خیلی در جهت بهتری سوق پیدا خواهد کرد همینطوره مسئله اصلی اقلانیت اقلانیت حالا یه نفر عقل کل یه جامعه باشه باز یه نفره یعنی این از بدیهی ترین مسائله که محکوم تصمیم گیری های فردی توی قذافی تو مملکت خودش میخواست یه تنه تصمیم بگیره حالا مملکت ما هم اینجوریه ولی اگه اقلانیت جمعی حاکم باشه منافع ملی مورد نظر باشه مشورت باشه مشارکت باشه طبیعتا خب همه اینا حل میشه این برحال همه نظر قرآنی اسلامی سنت پیامبر سیره حضرت علی اهل بیت پیامبر اینا همه بدیهی دنیای امروز همه اینا رو تجربه کردن ولی گرفتاری اصلی ما اینی که برحال در یک بمبست فکری و یه نظامی که متمرکز روی یه نفر متوقف شدیم و همه چی برمیگرده به نظری که فصل و خطاب تلقی میشه حالا اون شخصم هم هر چقدر تجربه داشته باشه باز یه فرده دیگه بقیه همه در واقع گوش به فرمانن و جامعه در هیچ چیزی پیشرفت نمیکنه مشکلات در واقع از یه نقطه آغاز میشه که این دیگه بدیهیه خیلی آقای بازرگان این موقعیت خوبی بود که این آقای رفسنجانی مطلبی رو مطرح کرده بودن بله. که ما بتونیم واقعا نکات جالبی رو از توش در بیاریم که اصلا چه چیزی به اصطلاح ارجعیت داره در ارتباط با سیاست خارجی حال خیلی متشکر آقای بازرگان از نظریاتی که در این مورد دادید و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم و به امید دیدار شما هستیم خداحافظ و نگهدار